میگه مجاهدین دموکراتیک نیستن. چرا مریم رجوی عوض نمیشه؟ چرا از قدرت کنار نمیره؟ باید لعنت فرستاد به این رژیم و رسانه‌های وابستش توی خارج که 40 سال این مقاومت رو سانسور کردن، که حالا باید در رابطه با ابتدایی ترین مسائل هم توضیح داد. مریم رجوی در چه رابطه‌ای و با کی باید عوض بشه؟ از کدوم قدرت باید کنار بره؟ در حال حاضر که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، دبیر کل سازمان مجاهدین یا همون مسئول اول مجاهدین زهرا مریخیه. این هم تصاویر معاونینش که در 15 شهریور 1400 انتخاب شدن. مسئول اول در مجاهدین هر 2 سال یک بار با رأی مستقیم و مخفی تک تک اعضا انتخاب میشه. پیش از زهرا مریخی، زهره اخیانی دبیر کل مجاهدین بوده. پیش از زهره اخیانی صدیق حسینی بوده. مریم رجوی 34 سال پیش دبیر کل مجاهدین بوده. در حال حاضر خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذاره. یعنی اگر مجاهدین و ارتش آزادی بخش موفق به سرنگونی این رژیم بشن، یک دولت موقت به مدت 6 ماه تشکیل میشه که بعد از 6 ماه انتخابات مجلس مؤسسان رو برگزار میکنه. خانم مریم رجوی هم تا انتخاب رئیس جمهور منتخب از طرف مردم در این سمت باقی میمونه. بنابراین یه نفر لطفاً به من توضیح بده چطور ممکنه کسی از ریاست جمهوری دوران انتقال که هنوز فرا نرسیده بره کنار؟ هیچ کس از سمت ریاست جمهوری که هنوز محقق نشده، که بالفعل نشده، نمیتونه کنار بکشه. ضمناً اون موقع که شورای ملی مقاومت در سال 1372 این قانون رو تصویب کرد، مدعیان یا مشغول بازی بودن یا دستشون توی کاسه رژیم بود. اون موقع مجاهدین توی میدون بودن، شهید میدادن، میجنگیدن، مبارزه میکردن و البته آلترناتیو خودشون رو و برنامه هاشون رو برای آینده به صورت مشروع اعلام کرد.